یو چطوری بچه ها، من اسکایلرم، به کانال بگویز خوش اومدین. امروز مدیم با یه ویدیو دیگه. تو این ویدیو میخوایم بهترین بازی های اندروید رو خدمتتون معرفی کنیم. قبل از هر چیز لطفاً خواهشن یک ثانیه کانال سابسکرایب کنین و ما رو حمایت کنین و خانواده ما رو بزرگتر کنین. دمتون گرم. 5 تاشون آنلاینن و 10 تای باقی آفلاینن. خب 5 تا بازی آنلاین اول. اولین بازی کال آف دیوتیه. کال آف دیوتی موبایل قطعاً بهترین بازی اندروید در سبک آنلاین و اکشن اول شخص کال آف دیوتی. این بازی کاملا رایگانه برای سنین 10 سال به بالا تهیه شده. اگه اندروید 9 به بالا دارید میتونید به راحتی با وضع کردن کنترلر ایکس باکس وان یا پلی استیشن 4 بازی کنید. این بازی جذاب. خب دوباره بازی پایرت کوده، یه اکشن تیمی دریایی که میتونید رقابت 5 در 5 رو تجربه کنید. دوباره بازی آنلاین منتخب پابجی موبایله. برای داشتن بهترین تجربه از سبک بتل رویال روی پیشی هیچ گزینه‌ای به خوبی پابجی موبایل وجود نداره. بازی با محیط‌های بزرگ و پرجزئیات‌تر، رنگ‌بندی شفاف و یک پردازش عالی، همون چیزی که همیشه از بتل رویال انتظار داریم. تو بازی پابجی موبایل سگ بازیکن در محیطی رها میشن و هر کدوم وظیفه دارن تا اولگش رو بگذار در منطقه و جمعآوری آیتم‌های مختلف با دیگر بجنگن. در نهایت هر کسی که زنده بمونه برنده میشه. 4 بازی منتخب فیفا موبایل و پی اس موبایل هستن. فیفا موبایل 2 حالت گیم پلی اصلی داره. در اتک مود تمام قسمت‌های هیجان انگیز فوتبال رو جدا کردن و خبری از اون فوتبال همیشگی نیست. تو در نیمه دوم زمین جریان داشتن و 90 ثانیه نقش تیم حمله رو داشت. هر بار که تو گل میشه یا به بیرون میره در مدت جدید دوباره به دروازه‌بان حریف حمله میکنه. بخش دوم نیست هد تو هد نام داره که مشابه فوتبال های کنسولی، در آن دو تیم بازیگر مسابقه میدن. نکته اینجاست که فوتبال در نسخه کنونی خودش با بخش هد تو هد اصلا نمیتونه آن حس واقعی فوتبال به کاربر منتقل کنه و برای داشتن شدید بازی شده سنگ تجربه از فوتبال روی گوشی هیچ پیشگزینه ای بهتر از بازی آنلاین پیس 2020 وجود نداره که در واقع میشه گفت پیس 2020 موبایل خیلی بهتر از فیفا 2020 موبایل. 5 بازی برتر آنلاین مربی برتر یا مربی فوتباله. تو این بازی شما هدایت تیم بارسلونا، رئال مادرید، یوونتوس، منچستر سیتی، منچستر یونایتد و غیره هر تیمی که بخواین رو به عهده میگیرید و باید بهترین ترکیب و تاکتیک رو برای تیمتون بچینید تا تیمتون رو به موفقیت برسید. خب حالا نوبت به بازی های آفلاین میرسه. اولین بازی آفلاین که خیلی طرفدار داره ماینکرافته. خودتون با ماینکرافت آشنایی دارین و نیازی به توضیح نیست. چند تا از صحنه‌های این بازی رو ببینید. دوباره بازی آفلاین شادو فایته. بازی های رزمی طرفدار زیادی دارن اما از زبان معرفی مورتال کمبات و استریت فایت کمکان شاهد عناوین جدید هستن که تونستن با ارائه ویدیوهای جدید کاربران زیادی به دست بیارن. یکی از این عناوین شادو فایته که برای اینکه بتونید عملکرد موفق قابل قبولی داشته باشید باید حرکات و تکنیک های زیادی یاد بگیرید. شما مرحله به مرحله پیشرفت میکنید و با حریفان قویتر میجنگید. خب 8 بازی منتخب که نمیدونم آنلاینه یا آفلاینه، احتمالا که آفلاین باشه. هیروز اند کست بلیسر 2. این بازی اکشن و شمشیریه. شما مسئولیت و رهبری یک ارتش رو به عهده دارین و به جنگ با دشمن ها میرین. صحنه از این بازی رو ببین. بازی آفلاین نوبلمنه. این بازی ترجیح از یک بازی استراتژی نوبتی استراتژی همزمان شوتر سوم شخصه که در سال 1896 زمانی که تمام 70% جمعیت آمریکا را از بین برده اتفاق میفته. هر مرحله باید نقشه شروع میشه. مرحله قرارگیری پایگاه ها، نیروها، ارتش، نقاط استراتژیک و دیگر اطلاعات مورد نیاز رو نشونتون میده تا بتونید مثل یک فرمانده واقعی استراتژی جنگی خود را تعیین کنید.
به محض اینکه جنگ با ارتش دشمن شروع شد، شما هم وارد زمین نبرد شد و بازی با حالت اکشن سوم شخص در میاد. میتونید قبل از هر جنگ کاراکتر خود رو با لباس رزم، اسلحه و مهمات تجهیز کنید تا در هنگام جنگ با آمادگی کامل به میدان برید. با اینکه ترکیب جناح‌های مختلف شاید در ابتدا براتون گیج کننده باشه، اما پیشروی در بازی از تجربه جدید که براتون رقم میزنه لذت خواهید. خب دوم این بازی آفلاین آرمی تورز تاون. اگر سربازای پلاستیکی سرزن رو در انیمیشن داستانه اصلا بازی به خاطر داشته باشید، فیلم این بازی چندان براتون بیگونه نخواهد. در این بازی شما در یک نقش سرباز پلاستیکی سبزرنگ قرار دارید که باید با تاکتیک‌های مختلف به جنگ دایناسورها، کاراکترهای انیمه و سربازان دیگر برید. چند صحنه از این بازی رو با هم ببینید. خب 11 بازی شادو فایت 3. خیلی دوستشون شادو فایت 3 رو به عنوان بهترین گزینه آفلاین بین بازی مبارزه انتخاب کنیم، اما بازی اونقدر هم که فکر کنیم آفلاین نیست و برای بعضی بخش‌ها اینترنت نیاز داریم. بنابراین بستگی به خودتون داره. اگر مشکلی با هر اون که هر از چنگای آنلاین باشه ندارین، شادو فایت 3 بهترین گزینه ده. در غیر این صورت شادو فایت 2 رو دانلود کنید. خب 12 بازی که بازی ماشینیه، اسمش گرید اوتو اسپورته. بین بازی های گرافیکی سال گذشته گرید اوتو اسپورت و نوعی قول مرحله آخر بود. بازی بعد از انتظارات فراوان عرضه شد و نه تنها یک بنچمارگ گرافیکی جدید برای موبایل به وجود آورد، بلکه به بحث میان بهترین بازی رانندگی گوشی هم پایان داد. گرید با اختلاف بهترین ریسینگ کنونی تلفن های هوشمندی. تو این بازی باید در 20 مسابقات با نزدیک به 100 ماشین مختلف رقابت کنید و اتومبیل ها هر کدوم داره فیزیک و هندلینگ متفاوت هستن. سیزدهم این بازی آفلاین اسکور هیروه. بیشتر شما با این بازی آشنایی دارین و تو این بازی ما نیست در چه موقعیتی قرار داشته باشین، همیشه در مواقع بی‌حوصلگی بی نجاتتون میده، آنم به یک دلیل: گیم پلی کاملا مناسب با صفحات لمسی. در این بازی آفلاین متفاوت باید با استفاده از جسچرهای حرکتی پاسکاری کنین و وقتی موقعیت مناسب دیدین به حریف گل بزنین. در واقع در بازی خبری از دکمه‌های فراوان برای سرعت پاس و شود نیست و بازیکن‌ها هم خودشون حرکت میکنن، بنابراین تنها باید با کشتن انگشتان روی صفحه لمسی پاس بدین و گل زنی کنید. نسخه آنلاین این بازی یعنی اسکور هیرو 2 هم اومده که برای اندروید 7 و بالا میتونید به این بازی شون. 14 بازی معروف آفلاین مورفایته. عنوانی همه پسند نیست و به خاطر تمرکز زیادی که روی بخش ماجراجویی گذاشته، احتمالاً خیلی از بازیکن‌های اکشن پسند بازی رو اثری خسته کننده مینامند. با این وجود برای علاقه‌مندان به گشت و گذار، کشف گونه‌های جدید، مورفایت یک بازی آفلاین کاملاً کمیاب روی موبایل. اونانی که فعلا نمی‌توان نمونه مشابهش رو پیدا کرد، در بازی باید با رفتن به سیاره‌های مختلف موجودات جدیدی کشف کنید و مأموریت‌هایی رو انجام بدید. حتی مورفایت بخش تیراندازی و حل پازل هم دارد. و در نهایت ما با دو بازی راکستار به این ویدیو خاتمه میدیم. بازی GTA San Andreas که برای اندروید عرضه شده و حجمش هم 2 گیگه میتونید دانلود کنید و بازی کنید، و بازی بولی که این هم از شرکت راکستاره. قبلا توضیحات بازی بولی رو توی ویدیو دیگه براتون گفتیم، معنای از این بازی ها رو ببینید.
خب به پایان ویدیو رسیدیم. اگر از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کنین و کانالم سابسکرایب کنین و زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنین که اگه ویدیو جدیدی گذاشتیم خبردار بشین و تشریف بیارین ویدیو ما رو ببینین.